این برنامه با سپانسر و حمایت مالی فریموند کباب برای شما تقدیم می‌گردد. بعد از این راه ما شد جدا عزیز. کنسرت همدلی است، کنسرت به خاطر همبستگی. خودم هم امروی خانمم بخیلمه حتما. و دیگه شما یک شوخی هم کردین که گویا از حسیب جان جدا شده، این عمودش مانای دانه شما شاد کردین، میشه خسی زمین رو برما بکنه. والا دختارات هم بله است، یکی خلا است. خان میبینی که دم یک سر کلایشان آتادم بالش مانده است. من نگفته بودم که حسیب تو از خاطر پیسه گرفتم، من نگفته بودم که یه همدلی. همدلی از همزبانی بهتر است. از اینجی های کده برون با کابل سعی کنم خودم از خاطر تشنگی میگم ماز کرده رست. و کمر ما همیشه 26 است. بسیار من رو تشویق میکنه، چیزایی که پخته میکنم اگر مزام من نمیفهمم مزادارم نباشه مجبور است تشویق کنه گوشه نمانه. آریانا جان از عروسی شما چی خبر است؟ ای یار علیش لالالا کنم میجه یک دیوانه رو استثنا نگیدی. و واقعا صدای آذان خوش میخوره در گوش آدم. گپ جمع کرد بله. سلام 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 سلام. بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عمتانای گل مهربان با برنامه گپ جمع گپ. بسیار بسیار خوش آمدین و انشالله که جور و صحت و سلامت باشین، روز و روزگار بخیر بگذره، هفته بخیر گذشته باشه. بازم وعده ما شما یک شنبه و گپ جمع گپ شروع شد. گپای شما چقدر است؟ گپای ما زیاد است، ورقا پر است از گپا. دیگه کلش جمع شده رئیس و برای شما دوستان میگیم کلا گپا را. شما خوب هستین انشالله؟ زنده باشی رفیق جان. یک رنگ متفاوت پوشیدین، یک لباس افغانی دارم. امروز خواستم کم تک لباس افغانی بپوشم و فضای افغانی داشته باشیم. شما مقبول میگید. زنده باشین. لباس های افغانی با شما در مجموعه هم بر مردان هم بر زنا بر کلگی لباس های بسیار مقبول است. بله. و بعد چرمدوزی و گند افغانی و یا خود اگر و وجان خود خوب است، هفته بخیر گذشت. سلام به شما همکارا، سلام به همه عزیز ما. زنده باشین. ویده جان شما چطور هستین؟ نن هم دیر خبر لرو گران دوستانتا نو در آخر پرمونگ سر او سیگی. او بلکل بلکل. خود چطور هست بیادا؟ زنده باشی بیادا. جان جور است. بخیر باش، سلامت. یکی از چیزهای بسیار جالب، کی زیاد تنبل است، بچه‌ها یا دخترها یا مردها یا زنها؟ کی تنبل است؟ دخترها. حالا بچه‌ها میگن دخترها، دخترها میگن بچه‌ها. در کارهای در بعضی کارهای مشخص دخترها تنبل است و در بعضی کارهای مشخص بچه‌ها. نه نه، زیادتر کی تنبل است. باید اینجا بحث نکنیم. والا دخترها تنبل است، یکی خلا است. زیادتر بچه‌ها تنبل است، یک کلیه میگم. اینو دلایلش بگین که چی مثلا بچه‌ها چرا تنبل است؟ والا قدر حوصله که خانم‌ها دارن. مردا دارن اما به او اندازه ندارن. نیم ندارن. مقصد قصه و گپ سر حوصله نیست، سر تنبلی است. دو خو وقت که حوصله نداشت تنبل هستی دیگه فیش جان. وقت حوصله داشت نه کار کرده میتونی، نه یک جای رفته میتونی، مجبور اونم بخوری و بشینی دیگه خلاص. بعض غذا هست آدم تنبل میسازه. مثلا من که شوله میخورم زیاد چی میشم؟ تنبل میشم. با صبح خیستانه میتونی؟ مثلا شوله پل میشی دیگه. شوله پل میشی. حفیظ جان میفهمین ما چی وقت تنبل میشم؟ وقتی که من شام رو خواب کنم با صبح قدر برم خیستان سخت میباشن که تا اونم 5 دقیقه رو میگم باشه 5 دقیقه. دخو زیادتر بیدار شدن تنبلی از کی زیادتر است؟ دخو خانم ما واقعا خانم ما مرد است که بخواد میتونه سرخیزی کنه. خو کی زیاد است؟ نه مرد دخترها. ما خو خود بسیار دوست دارم. خودشان میگه دوستان ما نگفتیم چیز، خودشان قبول کردن و میگن با تمام مانا با تمام هوش آواز قبول کرد. اول د خپل د کور نه شروع کوم چې منګه مجردان لرو ورور می دا او ماما می خخ دو نفر او دو نفر الکان شتا دو نفر الکان شتا. یوا هفته منګ نو کور کې به تر اخلو چې دا کور دی کتل نو. اوه یوا هفته منګ په
زحمت توقع چیه و چی که دکتلو و؟ او خب باید دکتلو سی اینو دا علکانم لکه جنکیانو خونده لیا که تمیزی او صفایی تا لیا که توجه که بلکل خب منگا دیر شای نگوارو هم دو عمره تول کبرای شی هم داغت تاس توقع او بلکل این گپ سم صحیح است او یوه هفته منگا پیکار وکره چی دا کور بیر تا پاک شی واقعا راست میگن و ایده جان وقتی اگان تصاویر ببینی واقعا میبینی که دم یکس کلیشان ات آدم بالش مانده از دست گروه نه بچه ها را میگم واقعا و از این تشویقایتان بیزا تشکر افیز جان در کل نمیگم اما بعض بچه ها واقعا تنبل هستن وقتی میبینی اتاقشان واقعا قابل دید نیست جرابشان یک طرف بلوزشان دیگه طرف پتلونشان یک طرف و اگر زنده او خانه نباشه باید گفته خلاصه واقعا او خانه را او میبری راست است که او خانه را او میبره خب ببینی که همی شب و روزشان کلش رستوران ترمه جمعونان رستوران است که یار زنده نگاه کرده اگر یعنی خوشپزی خود دور باشه اگر اونا آشپزی کنن آشپز خانه در جال خود بود یک شب دوست ما نبودیم در خانه بیادرم خانه بود رفیقای خود دعوت کرده بود که آمدیم تا یک هفته دیگه گفته ویده جان رو خانه پاک نمیشه ولی از خودم این کارار نکنین بچه یک ذره یک ذره لایق شد و جالب است که یکی از فکایا و یکی چیزی که جالب اومد زبان مردم که میگه اگه بچه‌ها در خانه مجردیشان دارن که مجرد که هستن 4 5 نفر در جای زندگی میکنن یگان تا خوب است که مو سر سرشته از خانه رو میگیره دم پایین 4 5 نفر نه که بیچاره دور از فامیل زندگی میکنن یک دانه با سلیقه میباشه آ بازین کسایی دیگه بی سلیقه است یاد فقط میکنم کسی که با سلیقه است مادرشان است مادر چیز امید دوست یک و دوم امو کسایی که بی سلیقه است دیگه یعنی تنبل است اونا دیگه چی میکنن که مثلا اگه در قسمت جراب خود کشیده بود یا مثلا پتلون خود یک جا کشیده بود اونم با موی شیوه که ماندگیست فقط در موزیم مانده باشه برای یک موقع به مخنجه کنم تو ماندگی اون طرف جرابشان طرف ودر کلایشان خلاص و اونم یک نفر اگه باز در بینشان یک ذره خوبتر بود خب میشه در غیر از او بیادر که دو خانه دارم خیمه دیدیم امو یک نفر هم باز بمرور زمان هم تنبل میشه چنوار دیگه خود دوستار دیده باز هم موی ترش تاثیر میکنه خانه مجردی بودی نه؟ ما اثیر در اتاق مجردی که هست خب هر کس کار خود میکنه باز بچه ها دیگه وقتی که تو وقتی که میخوای میری که کلگی نان خورده و که ظرفا رو میشوی یک مثلا در دل خود میگی بیا خیر که امید انسانیت یک انسانیت کنم خوب است بازی بچه ها تبدیل میشه بچه ها فکر میکنه که نمی تبدیل میشه به یک وظیفه اون نفر فکر میکنن که دیگه فواد هر روز این ظرفا رو بشویه چقدر ظرف شش تو بشی خیر ها باز اگه بگوی بیا خانه رو جوری کنه چی میگه خدا که پاکورک نگی بان میکنیم باز دیگه پرتی خدا بچه ها بازم میده که چی میکردین نوبت میکردین چه دیگه نوبت میبود بازم اون نفر که دیگه زیاد میکرد باز توقع میکنه که اون روز دیگه کنه آه یکی که خوب پختم میکنه دیگه او دیگه در بلا میره که هر روز دیگه کنه او یک نفر که فعالیت کنه یا تنبلی نکنه او دیگه برعکس بیچاره درخشه میره در به در میشه دخترها رو تلفن زیاد تنبل میسازه دخترها میایم نه دخترها رو زیاد تلفن تنبل میسازه بخصوص در رسانه ادمی سوشال میدیا که رفتن دیگه ساعت ها را میگیره اگر امیر دخترا می ساعت میکاپ خود کده ساعت موبایل استفاده کردن خود یک جای کنن فکر کنی میره ماشین حساب کنن فکر کنم 4 5 سال فکر که از دکتری فارغ شدن دکتر چرا نشدی خی خب ما مسئله خب بیرون ندارم خوش ما این کارا نمیکنی خود تو خب باید میشیدی خب من مسئله بیرون ندارم مثلا من کار میکنم دو وظیفه دارم فعلا من میشه بگی دوقات بیکاری ما میکاپ میکنم دفعه بیکاری ما میکرد نه باز اگه پسه من نگرد ولی تو یک دیوانه رو استثنا نگیری خدا ده گیر داد دوستم ما سیومی هستم یعنی دوم شریم از مکه کلان هستن و واقعا ما هم تنبل مرا مخته کردن حالا مگه من بخوای بگان چیز مخته کنم شاید هیچ کسی رو خورده ندانه نازانی تنبل هم مخته شده نازانی تنبل واقعا نازانه نبودم خب ولی خوب بود دیگه ولی باز در دیگه کاسه و چیزان سر همشیرایت منداختیش نوبت کده بودین چی رو سر بخانه ولی راستش نوبت هم خانه بود زیادتر دیگه همشیری دومیم کار میکرد واقعا و چطور؟ باز ما که از اول کار نمیکنم که باز اگه کار کنم خدا نکنه دیگه کار کنم باز اگه یک دفعه در کار خیستم دیگه خوب صحیح پاک میکنم دیگه گفته خوارم که میگه دست پای ما را میشو یک طرف میشن تا یک ساعت اجازه نمیتم که اونا شور بخوره ایسی 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 دل خانه هم تو مکمل کل هم تو پاک میکنم دیگه هم پخته میکنم کل چیز با خوش ندارم دیگه کسی با دستک بزنه اونجا بیای ایسی ایسی یکی از دوستای ما مسی به نظر من یک نوع تکلیف است یک دم شروع میکنه باور اگه دا گلاس بزنی اگه دا گلاس بزنی پس از جاش بانی گلاس او خوردی دا مایکروویو تو زدن نمیتونی دا چیز تو زدن نمیتونی
این از صبح که شروع میکنه تا شام کل چیز منظم میکنه. بازو دمو فکر است کنم تو بان کسر شروع کردن نمیمانه نگردی مقصد آه نگردی خادقل یک ساعت خوادش لذت ببره آدم دیگه که پاک است آه کمور پاک میکنی یک ساعت خادقل لذت ببره یعنی دیگه یک ساعت به اینجا خادقل فاموجانی ها مزبط شروع کردن از تنبلی هایشان باید یادواری شما تنبلی ندارن اصلا اصلا امی انسان قسم ذاتن تنبل است. ذاتن خود انسان ذاتن تنبل است. وقتی مسائل زندگی وادار می‌سازد که انسان که فعالیت کنه. فعالیت کنه. و تنبلی در وجود انسان است. مقصد بسیار شدید است. یک چیز بسیار مهمه که در زندگی است که انسان از بسیاری پیشرفت‌ها می‌ماند موضوع زندگی مرض است. این تنبلی. یعنی بسیار موضوع کلان است. این نه تنها در حساب مثلا شخصی و یا یک مشمول صحبت کنیم در موارد کاری مثلا در بزنس و در دنیای کار یا در دنیای تحصیلات یا این تنبلی بسیار خرابیار میکنه. بله صد درصد. یک آدم میگه برو خیر حالا گمش کن یک ساعت بعد. باز میگه برو خیر سبا. باز میگه برو خیر دیگه سبا. یگان نفر است که به سبا و دیگه سبا فکر میکنم که بسته دو سه سال گذشتاندن. 100% یا حتی یک ده سال گذشتاندن که میگه سبا برو هفته دیگه برو سال آینده. اون تو عادتت میشه دیگه. و این که عادت شد باز دیگه اوه خدا دیگه از این عادت آدم نجات بده. تنبلی هم میام است که شما قرار خدا در کاوش بندازین تلویزیون میگیرین ساعت ها تلویزیون سعی میکنین یا موبایل هم میگیرین 24 ساعت 24 ساعت بالا برو پایین برو بالا برو پایین برو مثل تیک تاک خب بالاخره کی زیاد تنبل است خب معلوم شد دیگه تنبل بچه هستن بچه هست آفرین تو دیپلم مزدی داری کار بیشتر گفتی خدا کنه با مرور زمانی خوب شد بچه ها به هیچ وجه تنبل نیست بچه ها مسئولیت هاشون زیاد نیست اصلاف اساس بمروی زمان نیال خوب شده بمروی زمان خوب شده انشالله نیال زیاد تغییر کرده مسافری آدم تغییر میتن اصلا قاب ناشتیت از دیل در آشپزخانه نیست؟ نی نیست قابم خواهیچ وقت داشته نیمانه در زرفتن کن دختر زنها بد نیبره نه قسم نیست که میکنم آفرین زنها در مجموع یعنی که میره قرار کنیم بخاطر که طفل کلان میکنن دیگ پخته میکنن خانه را جارو میکنن پاک میکنن دکتر هستن آشپز هستن کارم در بیرون میکنن سودا میارن دیگه چی کنن خود یک نقطه تنبلی دارن مثلا ظرفشان بعدشان می اون امور دروز میمونم اونجا خب چرا باید امور دخترها بشه اما مصرف کنید سر ظرف با نام زن نوشته خودت بگو یعنی مردا قبول میکنیم ما تا اینقدر که مردا تنبل هستن تو باز مردا در بیرون کار بیرون سعی میکنن ویدیوی بسیار جالبی دو دوست مجرد چشتن نان میخورن سر دسترخوان یک سونی سعی میکنه میگه تو بخیر گلاس آب بیارم میگه سعی کن میگه خودم از خاطر تشنگی میگه ماسک کن در است میگه ماسک مجبوری ماسک بکنم میگه بابا اگه تو بیاری دوستان میتونین که در کامنت ها نشسته کنین که بچه ها تنبل است یا دخترها زیاد تنبل است سیره شما نظرتون رو بگوین و نظر به کدام دلیل حالا میریم به گپ نیوز دوستا در گپ نیوز امروز یک خبر خیلی جالب آورده ایم و هم در رابطه با تاکسی های بی درایور که فعلا به کار آغاز کرده البته در سان فرانسیسکو که توسط کمپانی های ویمو و کروز ساخته شده و یعنی که دریور نداره دریور نداره و از طریق کمپیوتر اداره میشه و مو کمپیوتر برای کاستومر امتحانی است یا شروع کرده کاره فعلا بله حفیظ جان دوره امتحانی خود تیر کردن و فعلا فعالیت میکنن فقط در سان فرانسیسکو هستن ولی بعدا شاید به دیگه شهران برم جالبی است که مثلا خب بدون دریور موتور بدون دریور شما در خانه شده باشین که یک موترک بیایم در طرف استاد شفه نه هیچ کس داخل اما خفی جان من خواهی دل گرده نمی کنم که بری دو بشینی باز بری خود دیگه استاد چون یکمه که من منفی منفی می سنجم هر چیزه دو بشینی باز بگویم یک دفعه میتر به اجازه طرف بهر کش کنه چطور کنم بعد از سر پل یک دفعه بیست شما نه بازی رو بگو الاتی تلاتی بازی رو بگوی الا استاد چه دیگه ایچ استاد نمیه کمربند تانم بسته نباشه موتر میگه پلیز کمربند بسته کو لطفا باز ما حرکت میکنم یعنی قدر یا در کامپیوتر در سیستم یار یار ساختن و فکس دمو آدرس شما رو میبره در گروپ سرخ استاد میشه کسایی که می اوبر میکنن تاکسی کار از اون زره کم ساخت کم ساخته واقعا وا از اون خاطرش خداوند از دل فواد جان خبر داره یک رقم مو مبارک داری سرک میبینیم فکر میکنی که حریف مسی هم باق دیدیم باز حریفی که هیچ کاری کتش کرده نمیتونی هیچ چیز گفتن نمیتونی برش دقیقاً زور تکنولوژی است که راست خب دوستا بریم به هم وطن بله دوستا و هموطنان گل ما تشکر از همتون که پیامتون رو فرستادین حوصله کنین دوستایی که پیامش نشر نمیشه چون بیروبار نام خدا زیاد است اونم تو به نوبت پیام نشر میشه و کسایی که نوبتش دیگه برنامه رسیده اولین پیام
با برنامه گپ جمع گپ، این جانب عالم مشهور به وحید از امریکا آمده ایم به ولایت کاپیسا ولسوالی سیاد برای اوگوزی همراه برادرها. نام خدا. این جانب محمد فهیم و یک سلام خاص به برادرم ناراضی زلمی جان. این جانب سهرات سازم از اونی از ولایت کاپیسا هستم، آمده ایم به اوگوزی. بشک. زنده باد افغانستان. بشک. زنده باد. دلدوی افغانستان. This is Umaid Rahimi, one of Afghanistan. A special hi to all those people that they live in United States. What's up? سلام به برنامه گپ جمع گپ و یک سلام خاص به لالا حفیظ و همکارانشان. مرزلا بلوچ هستم از کشور جرمنی، شهر برلین. من برنامه گپ جمع گپ بسیار دوست دارم و همیشه تعقیب میکنم. دوستان دارم. زنده باشی. تشکر. سلام سارون عربی همه جرمنی نمی تواس نیوله ده سلام میور سیدی حفیظ جان محمدی تا و امکرانه ده تس پوکرام زکس همه گپ جمع گپ و سلام شونده دیوز افغانستان دیاره منانا خیر سه آفری نام خدا پیام بعدی سلام حفیظ جان محمدی علیکم سلام جورو صحت سلامت باشی سلام همکارای عزیزت دوستای عزیزی که برنامه زیبایتون امیدیم داخل هوا هستین فیصل هستم از افغانستان و فیلن هم بند امیر بند امیر نام خدا بامیان زیبا شریک بسازم موفق و سربلند و سرفراز باشین شکر انشاءالله لباس عافیت بکن داشته باشین شکر خاص از برنامه زنده باشین خوبتان از برنامه زیبایتون برنامه گپ جمع گپ زنده باشین با تمام اجزایی که در افغانستان زیبا ما را میبینن خصوصا بامیان بامیان بند امیر دیگه وقتش از برین یگان چکر یا بزنین چی آب مقبول چی یک بند آب زیبا و زیبایی را دیگر ما شما پیدا کردن نمیتونیم واقعا برین و از جه کیف کنین تشکر از دوست ما پیام بعدی خدمت حفیظ و همکاران خوبش علیکم سلام اوجیش هستم و دوستان من نام حیدر علی است من نام نادر است سلام به حفیظ جان محمدی و همکاران عزیزش علیکم سلام من رمضان علی هستم نام واسه تار علی جوادی گپ جمع گپ پایان بعدی سلام کاکا حفیظ مالکم دیوش هستم چلم پروش شده به اجازه یکی همکارم آسده اینجا دیگه قبلنا بابا این قسمی کرد میگفت که من که چلم پروش شده بود رفته بودیم خانه بابا بدر بزرگم یک دو کچه اون طرفتر خب مگم حال سال 2023 شده من این چلگریز آمدیم از بلژیم جنوب فرانسه اوه والا کاش 100 کیلومتر منزل زدیم جای چی یک چلگریزه چلگریز اومدیم کاش که میبودی که ترام چلگریز میشه خیلی خوش میگذرد این روز هم چکر رفته بودیم بسیار اگه به شک زنده باشین تشکر اینم و دوست ما که با هم زیبا بازم روان کرده بودن بله گاب جمع گاب گاب جمع گاب حفیظ خان تا دی سلام ورشی لاش دا مکمل بایدن فرید بایی، عرفان بایی، شانواز بایی، شاباز بایی، حمزه بایی، ککه بایی، ولایت بایی، گل اکبر بایی، سید اکبر بایی، او اصرار بایی، اوه کنه گپ جمع گپ تا چه پیغام لره؟ ککه خان برباد ده ککه خان گپ جمع گپ تا چه پیغام لره؟ تا طول تا سلام و رسیگی دیل منه نه طول تا سلام بس دا ماحول ده او بشک بشک چه خزای ده بس دی مسکو نه یو مسکو نه مسکو نه خا 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 دیر علی کباب هم پی بانده کرده کباب هم بانده کرده خوشحال و سی کل دوستای که ده مسکو هستن سلام به تمام اعضای گروپ گپ جمع گپ بخصوص صاحب جان امیدوار هستم که جور صحت سلامت باشید خوشحال هستم که شما را دور هم خوش خندان میبینم خواجه موسی از جورجیای امریکا هستم دیگه برنامه تان همیشه میبینم واقعیت برنامه عالی و جالب همیشه در میتول را کار و وظیفه که رفت آمد میکنم دیگه برنامه تان را بین موتر تماشا میکنم دیگه امیدوار هستم که جور باشین سعد باشین همیشه هم تو خوش خندان باشین در تمام عرصای زندگی موفق باشین و دوباره با خیر یک روز بیاید که صلح امنیت ده انشاءالله حفیظ جان سلام امروز ما در مال هستیم به نام ساوت کوست پلازا
اورنج کانتی کالیفرنیا عکس سازه با. امروز عکس دختر افغان اینجا ماندن بسیار افتخار است برای تمام افغان ها بسیار عالی شد شمیر نشد کنیم آتر اینا نشد شد اینا نشد شد والا افتخار است کمی عکس سه منزل عکس دختر افغان است امروز نام خدا بسیار افتخار خانم شربت گل است شربت گل بله شمایی عکس یک عکس جهانی از افغانستان یعنی یک هویت افغانستان و بسیاری کسا به میشناسن که از افغانستان است و بسیار تشکر از یک فرستادین و چه افتخار است تشکر از پیامای همه عزیزا و افغانای عزیز ما شماره ما 916-906-0989 یعنی شماره ما در واتساپ ما رو پیدا کنین پیامایتان رو بفرستین یکان چیزای جالب یکان پیامای متفاوت روان کنین حتما انشاءالله بر شما دوستا نشر میکنین دوستا حمایت شما همین لحظه که ما را میبینین سابسکرایب کردن چینل یوتیوب ماست شما میتونین که اگر نکردین همین ویدیو را استاپ کنین یا پاوز کنین برین یک سابسکرایب کنین اما زنگوله که فشار بتین بخاطر که ویدیوهای نو ما بر شما برسه و کامنت هم کنین لایک هم کنین ویدیو رو با دیگر دوستاتون شریک کنین این حمایت شما دیگه بر ماست دیگه انشاءالله ما در حضور شما در خدمت شما همیشه میباشیم و دوستا همچنان اگر میخواین که اعلان تجاریتون نشر شوه یا پیام خاص دارین میتونین که با ما به تماس بگیرین و سپاس از تالارهای عروسی تاورن کانتری به خاطر تالار زیبایی که در اختیار ما دادن تاورن کانتری عروسی های مجلل دیگه وقفه زود میایم و مهمان اول خواهد بود و گپای ما گپ جمع فریمونت کباب رستوران 100% حلال با غذاهای متنوع و خوشمزه افغانی فضای فامیلی و وطنی با فعالیت بیش از 10 سال کترینگ برای معافر خرد و بزرگ با مدیریت جمشید احمد امتحان شرط است آدرس ها 5379 ماوری اوینیو فریموند و 4300 گریت امریکا پارک وی آیا می خواهید خانه جدید در کشور ترکیه داشته باشید؟ رومی پراپرتی این ریل استیت با داشتن سالها تجربه در خدمت شماست ما با شما کمک میکنیم تا بتوانید خانه رویایی تان را در ترکیه داشته باشید. همچنان ما شما را برای به دست آوردن ترکش سیتیزنشپ در این کشور راهنمایی میکنیم. همین حالا با شماره واتساپ ما تماس بگیرید و سوالاتتان را با کارشناسان ما مطرح نمایید. رومی پراپرتی تراوت، قدرت و نشاط با انرژی نایت واکر وارد کننده انحصاری با آمریکا و کانادا شرکت کپیتال قابل دسترس در تمام مارکت های افغانی برای ساخت و نشر اعلان تجاریتان با ما به تماس شوید بله دوستان عزیز دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه گپ جمع گپ و مهمان عزیز ما مهمان ما کسی از دوستان که در شهر زیبای کابل به دنیا آمده 8 سال داشت که مهاجر شده چهره و نام آشنا برای هر افغان است آهنگ های زیاد سروده آخرین آهنگش هم آهنگ خداحافظی بود اما خوشبختانه که خداحافظی نکرد در تشویش نشین امروز میگه که با چی خبر نو و تحفه برگشته و چی چیز نو داره به شما عزیزان دوستان مهمان ما از استانبول ترکیه به گونه زنده با استودیوی گپ جمع گپ وصل است به افتخار بانی آتش نشین بله ملکه دلها آریانا سعید کف بزنیم آریانا جان سلام برسه انشالله که صحتمند باشین روز روزگار بخیر بگذره اوقات بخیر بگذره فضا و هوای استانبول بخیر بگذره بسیار خوش آمدین به گپ جمع گپ سلامت باشین حفیظ جان عزیز سلام برای شما سلام برای همکارای بسیار نازنینتان که همگیشان نام خدا بسیار قشنگ معلوم میشن و سلام برای بیننده های گرامی تان البته منظورم از قشنگ از دخترها بود لواجه این آریانا جان با گفته ازم آمیانه ای رنگ چی خوشینت علیه مردا والا خوشینت نبود حقیقتا گفتم آریانا جان سوال ها زیاد هست همینجا همکارای ما عبید جان بصیره جان وحیده جان فوا جان هستن و بخیر صحبت میکنیم درباره تحفه و خبر خوشم گپ خواد زدیم آریانا جان نام خدا کلا آهنگایتان عالی هست و علاقه من زیاد داره به خصوص یکی که خودم
واقعا علاقه مند صدایتان هستم، خصوصا دی آهنگ اخیرتان که موشه نموشه و همچنان آهنگ جدیدتان که بی بی بای بود، بله واقعا گل کرد، کل مردم دوستشان داره و تا خودم همچنان بارها دفعه شنیدیم و بر من احساس آرامش میتوام، واقعا دوستش دارم. و در اینجا شما یک شوخی هم کردین که گویا از حسیب جان جدا شدین، اما دشمنایتان شما شاد کردین، میشه قصه زمین رو بر ما بکنین؟ بسیار غوغا بود. واقعا بسیار جالب بود وقتی که ما ویدیو رو میخواستیم، قرار بود ریلیز بکنیم، مخصوصا یک پوستر که ما پی قبل از اینکه ویدیو ریلیز شو انداختیم و ما اما تو یک پوست بسیار سردرگم انداخته بودم که معلوم نبود معنایش چی است. و در اینجا بسیاری از مردم فکر کردن که ما و حسیب جان خدا نخواسته جدا شدیم، بسیاری کسا جگرخون شدن ولی بیشترین کسا خوشحال شدن، بسیار کامنت های جالب هم میخواندیم که من نگفته بودم که حسیب تو را از خاطر پیسه گرفته، من نگفته بودم که حسیب چنان و چنان یک آدم مسلوقه حسیب بجارش تو بیاب شده باجه. بسیار جالب بود، ولی در بین کسایی بودن مخصوصا خانم ها بسیار جگرخون بودن، بسیار متاثر بودن که ما و حسیب مبادا جدا شدیم، ما احساس نشتای میکردن که در بینش افسوس بود، ولی فکر کنم تعداد زیاد مردا بسیار خوش شده بودن. حسیب خود چهره ای زده در میاهنگ والا میفهمین حفیظ جان، واقعا فکر میکنم بودن حسیب جان ویدیو رو جالب تر ساخته. راست میگن، راست میگن. البته زمانی که ما یه آهنگ میساختیم و درباره ویدیویش فکر میکردیم، گفتیم که موجودیت حسیب شاید خوب باشه شاید نباشه، ولی به نظر من جالب تر شد، مخصوصا زمانی که هنوز ریلیز نشده بود و پوستا و خبرهایی که در سوشل میدیا و این چیزا افتاد، فکر میکنم دوگام جالب ساخت. و حسیب جان نام خدا اکتنگش فکر میکنم در ویدیو فوق العاده بود، همه گی دوستا بسیار اکتنگش تعریف و تمجید کردن. اگر بیاتون باشه وقتی که من آهنگ بچه کابل ثبت کردم تقریبا 3-4 سال پیش، همه چیز بسیار پرفکت، کلگی آهنگ، موسیقی، ویدیو که بسیار زحمت هم کشیده بودیم سرش خوش کرده بودن، ولی سر یک چیز بسیار ایراد میگرفتن همه گی که چرا در ویدیو حسیب نیست. باز ما گفتم برو خیره در ویدیوی بعدی آفرین جای آوردیش که وای وای نگاهش کرده بری بمیرم بعد ماش منطقه معرفیش کردم. آریان جان امی آهنگ اگه اوایش آلو فعلا است، چون زیاد سرش صحبت کردیم بدون موسیقی، اگه یک کوتاه دوستا بشنون شاید امو بعد ماش هم جشته باشده بیشید طرف سال کده بخونم شاید جدیتر شو و باعث آستر. خب حسیب جان کجاستی؟ اوکی. بعد از این راه ما شد جدا عزیزم، دل شکستاندن دارد گناه عزیزم، بستگه این دل جایت نیست، بی وفا یار یارم نیست، بستگه از درد دل پس از این با تو کارم نیست. بیبی بای 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 baby bye 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 baby bye 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 baby bye 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 آه والا بسیار مقبول، بسیار زیبا. البته حفظ جان دوست دارم که یک یادآوری بکنم از همکار دوست داشتنی ما آوازخوان محبوب آرش جان هویدا که کمپوزره از این آهنگ است و همچنان موسیقیش ارنج کرده، من همیشه سپاسگزارشان هستم. آرینا جان قسمی که در عکس ها میبینیم خانه شما ماشاءالله بسیار مقبول است، دیزاین و دکورش شما خودتان مد نظر گرفتین یا از حسیب جان هم نظر گرفتین؟ بله تشکر. اول ویده جان عزیز لطف دارین شما، ما خانه خودم تمام دکور و دیزاینش خودم میکنم همیشه، ولی حسیب جانم نظریات بسیار خوب همیشه داره، یکی خوب بسیار همیشه نظر مرا احترام میکنه چیزایی که نظر دارم و در پلوی از او تیست بسیار بسیار فوق العاده داره خود حسیب جانم. بله ما خانه ما حتما رقمی که دیدین تمامش سفید است، تمام خانه وقتی که میدراین از سالون گرفته تا دلیز تا آشپزخانه تمامش از فرنیچر گرفته تا دیوال تا همه چیز سفید است، و من رنگ سفید بسیار دوست دارم، بر من یک رنگ پاکی و به حساب بسیار تمیز معلوم میشه. آیا بعض وقت آشپزی ها میکنین یا در کار خانه هم سهم میگیرین یا کدام قسمت خانه بیشتر به شما آرامش میده؟
آشپزی ما فوق العاده دوست دارم. البته آشپزی بر ما یک نوع آرامش میده. روزایی که کمک بر ما خسته کن باشه یا بیکار باشم آشپزی میکنم، بسیار لذت میبرم. منتها یک چیز راز برتون بگویم، ما اگرچه حسیب جان بسیار مرا تشویق میکنه چیزی که پخته میکنم، اگر مزام من نمیفهمم مزه دارم نباشه بتونم میشه میگه نه میخوام این نکته رو برتون بگویم که تشویق میکنه که بسیار مزه دار است، منتها تو زیاد پشت نان نیست. مثلا بر من نمیگه که آریانا چی پخته میکنی که نان بخوریم، مرا در پخته کردن تشویق نمیکنه. باز من روز میبینم که اوکی هیچ پرسان نمیکنه که نان است نیست، من تیر خودم میارم. اقضیات در قصه خوردن نیست، مدام وقتی که پخته کنم خودم بدل خود برم بدون پرسان از سیب چیز پخته کنم، بسیار زیاد تعریف و تمجید نکنم، میخوره بیچاره ارانو کن بزن میتا برستی یا لیمون تا تعریف میکنه زیاد، و بسیار علاقه دارم بر آشپزی به حد عالی است. دیگه کارهای خانه اینه که مصروف هستن، دیگه دل خانم ها جمع شد و دخترهایی که میبینن که یعنی آریانا هم در داخل خانه خود کار میکنه با وصف وزی کنه قسم یک 100%. البته باید برتون بگویم که ما دو دانه پشک دارم. بله بله. و پشکک های ما، کسایی که پشک دارن میفهمن که یگانه چیز منفی پشک ها که بسیار دوست داشتنی هستن ایست که کمک موی میتن، مویایشان میریزه. و چون خانه ما تمامش سنگ های سفید است، امی یک دونه موی که در سر سنگ میفته او معلوم میشه. سو با اجازه تا ما که خانه باشم، البته پاکاری عمومی را دارم، خانمایی که میاین بر ما هفته یک بار پاکاری عمومی میکنن، متا هر روزه وقت که نان نیستن در دست من جاری برقیس و ما از این سو و سو از این سو و سو جارو کده میرم. چه خوب یک تصویر میاد در ذهن محمد، سرتان بسته جاروگک در دستتان. تقریبا بله، منتصر بستنه. آرینا جان، بجز مصرفت های هنریتان، مصرفت های یک روزتان چطور میگذره؟ اگر با ما بگوین یک روزتان چطور سپری میشه؟ عبید جان، ما معمولا وقتی که مصروف کارهای هنری نباشم، بسیار زیاد انترویو و مصاحبه و اینا میداشته باشم در سر تا سر دنیا. اگر متوجه شده باشین از تلویزیون های بسیار بزرگ اینترنشنال، معمولا انترویو دارم، کانفرنس کال دارم، اینا دارم. ولی در وقت که بیخی فارغ باشم، بیشتر اوقات به خانه سپری میکنم. بسیار دوست دارم که فیلم ببینم، فیلم های امریکایی رو بسیار خوش دارم، سریال ها را که البته بر سریال متاسفانه وقت نمی باشه. شاپینگ بسیار دوست دارم و یکان دفعه سینما هم رای حسیب جان میرم. تشکر. آریانا سعید، کارشناس مسائل سیاسی از استانبول ترکیه. با ما دارم. آریانا جان، نام خدا همیشه در گشت و سفر هستی. وقتی که از طیاره تا پایان میشی، او کدام کشور است که زیاد احساس آرامش میکنی، خوشت میاد؟ کشورهای زیاد است که دوستشان دارم، از جمله یک کشور ترکیه که خودم در زندگی میکنم. واقعا اینجا را بسیار دوست دارم، احساس خانه بودن برام میته، احساس افغانستان برام میته، مخصوصا کلتور اینا، فرهنگشان، غذایشان، صدای آذان که میشنوم از مسجد البته، و واقعا صدای آذان خوش میخوره در گوش آدم. و در پهلوی از این ما لس آنجلس خوش دارم. لس آنجلس البته امریکا در کل کلش نه، ولی خود شهر لس آنجلس هم بر ما یک احساس خوب همیشه میده. آه، شهر دخترای فیلم دیگه تو خوش داری؟ دقیقا. و راستی از چی کوتاه من اضافه کنم، ترکیه یکی از چیزهای بسیار بسیار خوشایندشان همی است. طور کاران جان گفت همی کل مسجدها در ترکیه یک جای آذان میده. اینا متوجه شده آریان جان؟ نه که همی سات فقط چهار نیم که میشه، نماز دیگر کل یک جای با یک صدا. منتها در افغانستان باز فرق میکرد که یک مسجد یک بار آذان میداد، باز یک پنج دقیقه بعد دیگه آذان میداد. در اونجا کل گی به می فکر میکنه که یک دفعه پلی کردی کل چیزا را. بسیار جالب و خوشایند است. دقیق. دمی ماها، دمی تاریخ ها معمولا خودت دیگه امو بار به سره رو بسته میکردی، اسیب بیچاره میگفتی که بایکار را جور کن که میرم افغانستان. حال چی احساس میکنی؟ یک چیز را گم نکردی و یک دلت نمیشه که یک دفعه بری به طرف میدان و بری به طرف افغانستان؟ هیچ چطور یک روز نیست که ما افغانستان به یادم نبیایه و بسیار زیاد دقا بردیم. و مخصوصا شما را که امروز میبینم، رقمی که امی استودیو تان است، رقمی که نشستین، همکارای نازنین تان، همگی ما را بیشتر به یاد افغانستان انداخت. یاد افغانستان بخیر در قلب ما هست، پشتش دق شدیم. راست میگین. بیا خدا مهربان است. خب قصه خو زیاد است آرینا جان، و دوستایی که بیننده هستن، ما در شروع برنامه گفتیم که یک خبر خوش و یک خبر نیک است که آرینا جان به یک تحفه در برنامه آمده.
دیگه میشه که سر از این موضوع هم صحبت کنیم که این تحفه و این خبر خوش چی هست و کل دوستایی که بیننده هستن آریان جان شما میتونید مستقیم براشون بگوین و کلی را خبر کنین. بله حافظ جان و هموطنای دوست داشتنی، ما قرار است که بخیر در یک کنسرت بسیار بزرگ و یا یک فستیوال هنری مهمان شما عزیزا باشم و در اونجا برای شما اجرا داشته باشم که به تاریخ 27 آگوست است در کال اکسپو ساکرامنتو، که واقعا بسیار زیاد برش هیجان دارم و البته اونجا تنها من نیستم، هنرمندای بسیار خوب و محبوب و دوست داشتنی دیگه هم قرار است که در این کنسرت باشن و بر هموطنای ما اجراهای داشته باشن و این کنسرت به نام کنسرت همدلی است و از اسمش معلوم دار و پیدا است که کنسرت به خاطر همبستگی و اتحاد در بین هموطنای ما هست، یاد از افغانستان و برای همدلی و اتحاد و همبستگی و دوستی و محبت در بین افغانا. عالی است. دقیق است. همدلی جشن ها و فستیوال هایی بوده که در افغانستان هم معمولا برگزار می شد و دوستا در این بخش یک تیم کلان زحمت می کشن. در اینجا ای در یک استودیوم ها طوره که آریان جان گفت کال اکسپو دیگه ای همدلی دیگه یک جشن است که آریان جان که کلگی برش نیاز داره و نمایشات مختلف هم شاید باشه، مهمانای بسیار عزیز هم خواهد باشه، در پلوی آرانا جان در همدلی اشتراک کنین که یک جشن بزرگ افغانا شوا بخیر. انشالله بخیر اماتور می باشه و ما ارزو دارم که شما را هم امرای همکارای نازنینتان در روز کنسرت بخیر ببینم در 27 آگوست. آرانا جان بدون شک کنسرت های شما بسیار زیاد است که حسابیت نمیشه، اگر از جالبترین اتفاقات که در کنسرت هایتون افته از اون جالبترین هایشه که به ما قصه کنین. آهنگ شاکوکو جان شاید بیشتر از 1,000,000 دفعه سر ما مردم خوانده باشه، یعنی شاید هیچ باورتون نبیه، اگرچه آهنگ شاکوکو جان هیچ وقت در لیست آهنگای ما به داخل کنسرت ها نبوده، ولی همیشه ایرمی مادرها و پدرهایی که بر شما قسم میکنم که در کنسرت های ما میآیند، اونا بیشتر اوقات دوست دارن که ایرمی آهنگای گلسیب و شاکوکو جان اینا رو از ما بشنون و یک زمان رسیده بود که ما آهنگ شاکوکو جان نام میگرفتن ما بیخی دیگه بیخی خسته شده بودم از بس I wish he could. منتها بسیار اتفاق میفته که یه آهنگ ها رو فرمایش میتن دوست دارن و ما چون در لستم مکمل با بند موسیقی ما اکثریتشان اروپایی هستن و موسیقی شاکوکو جان اینا برشان قدر آشنا نیست، ولی برشان سر از او هم کوشش میکنم که سر استیج بیشتر اوقات زمزمه بکنم که با یک خاطر خوب و خوش از کنسرت پس خانه برم. دقیق، یکان نفر هاست که مثلا گنجشکه که خوش داره او آدم از شروع کنسرت که باز شلم میگیره تا خط که ببراید امیده نگه بخواد صدا میکنه. یک کنسرت داشتم که یک خانم تقریبا بسیار موسم نیم تقریبا مید ایج فکر کنم 60-65 ساله که تقریبا 4 دانه دخترش با این خانم در کنسرت ما اشتراک کرده بودن، درست بیادم نیست کدام مملکت بود، شاید کانادا بوده باشه. و دخترای زینا در بکستیج پیش حسیب جان آمده بودن که مادر ما باید آرینا جان یک بار ببینه، گفتنی بسیار مهم برش دارم. خب خلاصا من خانم پیش خود خواستم در بکستیج آمدن و بر من قصه کردن که اینا یک سال قبل از اینکه مرا در این کنسرت میبینن مریضی سرطان داشتن. سرطان داشتن و تقریبا 6-7 ماه یا 8 ماه در شفاخانه بستری میباشن و این استیج بسیار خطرناک سرطان برای اینا میباشه و معلوم نمیباشه که بالاخره اینا تداوی میشن و یا نمیشن. در ظرف 7-8 ماه بر من قسم میکنن که اینا هر روز آهنگ مادر افغان و بانوی آتش نشین و همین آهنگایی که ما برای خانما خواندیم اینا هم آهنگا رو همیشه گوش میکنن روزانه در مابین شفاخانه. و بر من گفتن که بعد از 7 ماه یا 8 ماه سرطان از اینا کاملا از بین میره و اینا صحت یاب میشن و این خانم somehow نمیفهم چطور خود مدیون ما و آهنگای ما میدونست و وقتی که بر من قصه میکرد اشکایش پایین میشد و دخترایش هر چهارشون دخترای جوان همگیشون گریه میکردن، ممیال به حساب انگلیسا گوز بامس گرفت و موهای تنم سیخ شد و این خانم میگفت که میگفت من فکر میکنم که آهنگای تو بر من یک نوع امید بخشید و من از این خاطر که امیدوار شدم پس به زندگی سرطان من از بین رفت
و این قسم خاطرهای که بسیار قلبی و احساسی است من همیشه در کنسرت ها دارم. خوشی و لبخند و اینا همیشه می باشه، ولی این که خانمای افغان تمام مادرای دوست داشتنی با چادرکای صفحه خود میاین در کنسرت های میشینن و آهنگای مرا بر شوق گوش میکنن و با یک دنیا محبت و خاطره در کنسرت های میاین و ابراز محبت میکنن و این قصایشان که میشنوم این بر ما همیشه بسیار خاص است و جالب است و در فکر ما حق شدن. August 27 جشن بزرگ و با شکوه همدلی ساکرامنتو کالیفرنیا با حضور آریانا سعید و هنرمندان و فرهنگیان پر آوازه کشور. جشن همدلی برای افغانستان شامل موسیقی زنده، فشن شو، نمایشگاه ها و دیگر سرگرمی ها. برای اخذ تکت به خود و فامیلتان با وبسایت www.hamdelifestival.com مراجعه کنید. بعد ایما شما 27 آگست 2023 مکان کال اکسپو ساکرامنتو کالیفرنیا با گنجایش 15,000 نفر فستیوال بزرگ و جشن همدلی. آریانا جان از عروسی شما چی خبر است؟ به خاطر که سوال بیشترین مردم ما و هموطنان ما هستن. امی هموطنان رو بگوین که بلیاز خدا ما خوش خوشحال اینم اینجا ششته ما رو به جنجال نپرتیم که در آرسی پرابلم های ما رو بیشتر نکنه. مذاق میکنم. البته خب بسیار جالب است که یگان دفعه یگان چیزا شاید در قسمت آدم نمی باشه. ما واسیب جان تقریبا 2-3 سال بیشتر است که هر سال پلان میکنیم که امسال البته آل بیشتر ای یک محفل به خاطر دوستا و به خاطر اقارب و به خاطر فامیل و اینا می باشه. تمام فامیلا آرزویشان است که ما و حسیب جان و عروسی ما رو ببینن. متاسفانه بار اول وقتی که ما تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم کرونا آمد. بله. و بعد از او خدا ببخشه سال دیگهش مادر جانم خداوند جنتار نصیبشان کنه، خداوند مغفرتشان کنه، مادر جانم فوت کردن. بعد از او کرونا تمام شد و کمک جنجالا خلاص شد و پس سر پای استاد شدیم. متاسفانه همشیره این فوت کرد. نمیفهم هر سلامت باشین، هر وقتی که ما پلان میکنیم یک اتفاق میفته، ولی پیش خداوند دعا میکنم و رضو میکنم که از این بعد اتفاقات بد رخ نده که ما دوباره بتانیم مرسوی خدا پلان بکنیم. و وقتی که شما یکان دفعه 2-3 بار پلان میشه و خراب میشه، باز آدم کمک دل سرد میشه، آدم میترسه. ولی ما آرزو دارم که بتانیم سالای که در آمدنی از چیز دوباره پلان بکنیم بخیر. عالی است. آریانا جان هموطنان ما خود استانبول ماشاءالله زیاد هستن، وقتی که شما را میبینن براتون چی میگن و هم روبرو که میشن دیگه؟ طبعاً دیگه آریانا جان که در مارکت بره سودا بخره یک کس روبرو میشن، حتما براتون چی میگن؟ دقیقاً چی میگین براشون و مهاجرینی که نو رفتن پیامتون براشون چی هست؟ اگه از تجربیاتتون تشریح بسازین با ما. افغانای ما واقعتا در ترکیه بسیار زیاد هستند، مخصوصا در تمام شهرها هستند، فکر کنم در استانبول بسیار زیاد باشن. و همین رقم که گفتین ما قدر زیاد بیرون نمیرم، ولی اکثر اوقات که بیرون برم حتما یکی دو سه افغان حتما میبینم. و طبق معمول مثل همیشه پیش میایند کمک دست پاچه همیشه همین رقم از بسیار جالب است برای من، مخصوصا وقتی که دختر خانما و خانما رو میبینم. یک چیزی که همیشه متوجه میشم میلرزن تمام بدنشان، دستایشان میلرزه و این بر ما بسیار دوست داشتنی است. و یک چیزی که همیشه از بیشترین تعداد افغانای ما من میشنوم یک کامنت بسیار دو کامنت بسیار جالب است. یک کامنت اولشان این میباشه که بر ما میگن ما این قسم خودت که میبینم حس میکنم که سالهای سالا خودت از نزدیک میشناسم، که این بر ما بسیار جالب است. دو کامنت که همیشه میشنم و مرم میگن آریانا جان چقدر لاغر شدی و یا چقدر لاغر هستی یا بودی، چون ما فکر میکنم باز ما میگم نه مخوار خورده آریانا سعید هستم، چون در تلویزیون ما همیشه فکر کنم حداقل یک 10 کیلو چاختر معلوم میشم، در حالی که در زندگی عادی دوستایی که مرا ندیدن میفهمن که ما چاق نیستم، یعنی عالی تعریف از خودم نشه، منتها یک چی میگن جسمان بسیار خورترک، قدمان بسیار بلند نیست، از متوسط هم کده شاید کمتر باشم،
و کمر ما همیشه 26 است. ابی چاخ چاخ کشم کمر ما سایزش 27 می باشه، از اون که هیچ وقت کلانتر نشده. ولی در تلویزیون بسیار چاخ مالو میشه، وقتی که ما رو میبینن همیشه سرپرایز میشن که او مای گاد، یا میگن چقدر لاغر شدی. باز ما رو خنده میگیرم، میگم من تا دیده بودی از نزدیک؟ میگن نه. میگم من همیشه تا لاغر بودم، شما در تلویزیون ما رو چاخ دیدین. راست میگن. و دیگر آرین جان یک جز سوال می بوده که چون دوستا بسیار مهاجر شدن، در هر طرف دیده پرک شدن، افغانای ما متاسفانه خانه‌های خود از دست دادن، بعضی کسا دیگر حالت خوب روحی و روانی به سر نمیبرن. دیگر از اون لحاظ از تجربه مهاجرت مسافرت خودتان کوتاه بگین که چی چیزا واره کمک میکنه. اگر چه دفعه دیگه هم صحبت کردیم، منتها کوتاه فشرده یاد کنین بهتر است. حفیظ جان درست گفتین، واقعا هموطنان ما بسیار روحیشان شکسته، در سر تا سر دنیا بسیار مشکل است برشان که با همچه حالت بیوطنی و آوارگی دست و پنجه نرم میکنن. و می حالت ها را ما هم دیدیم. ما 8 ساله بودم که ما از افغانستان، نمو رقم که شما ذکر کردین، از افغانستان برآمدیم، مهاجر شدیم در کشور مثل پاکستان که متاسفانه شاید مردم های خوب داشته باشه، ولی ما شخصا فامیل ما هیچ کدام تجربه آنچنانی و خوب از کشور پاکستان نداشتیم. و ما تقریبا 4 سال در اونجا زندگی کردیم، بعد از اروپا آمدیم. بسیار روزای دشوار ما هم تیر کردیم. ما در بین یک کمپ برای تقریبا بیشتر از یک سال در مابین سوئیس در زوریخ زندگی میکردیم که با یک اتاق چوچگک که در مابین چپرکتای دو منزله بود، شما فکر کنید 5 طفل، 6 دانه ما و 5 دانه خوارزادیم، در مابین از اتاق زندگی میکردیم، جای بازی کردن درست نداشتیم. خب خلاصه یعنی همگی ما در این کشتی سوار بودیم و هستیم. روزای خوب و بد همگیش خوشبختی دهی است که خوب و بد همش تیر میشه. یگانه چیزی که بسیار مهم است که آدم امید خود از دست نده، همیشه مثبت فکر کنه و همیشه شکر بکشه، در هر حالت شکر بکشه. من همیشه فکر میکنم، میگم خب دوستایی که در اینجا مثلا ناراضی هستن یا خوش نیستن از حالت زندگی خود، میتونست از این قدر بدتر باشه، میتونست خدا نخواسته در بین افغانستان کشته شون، ولی ای که از کشور برآمدن، یک سقف بالای سر خود دارن، یک خانه دارن، یک نان خوردن دارن، بازم حالتشان از افغانای ما که به داخل افغانستان است صد چند بهتر است. از این خاطر همیشه آدم باید شکرگزار باشه، همیشه باید که از بد بدترش توبه و با چیز که هست با امو چی میگن مدارا کنه، با امو شکرگزار باشه و خوش باشه. زندگی به هر صورتش تیر میشه و من مطمئن هستم که کشور ما بالاخره بهتر شدنی است. این حالت، این تاریکی هیچ امکان نداره که به این حالت باشه. خداوند مهربان است، همیشه باید امیدوار باشیم به زندگی. آریانا جان آهنگای خوب زیاد داری، آهنگای دیگه به کنسرت باشه که خودم هم امروی خانمم بخیر میم حتما. و بخیر. یک دو زمزمگه کوتاه اگه برای ما بکنی آله و یک امو موشه نموشه زیاد خوبش هست. آهنگ بسیار مقبول است، راستی هم نواز دیگه وام. و یکی هم به دل خود آره اونجا نگه زمزمه کنه، یک چیز هر چیزی که خودش خوش داره. زمزمه میکنم آهنگ موشه نموشه را اول براتون بخیر، باز در کنسرت زنده براتون میخوانم با موسیقی بسیار خوب فوق العاده. خب فعلا دیگه هر چی که بود کم ما کرم شما. بفرمایید. از این جی های کده برم با کابل، پیش با چه لالا توتی سر پل، تاویز دلگرمی بیرون بلدشی، او را آزو کنم بلیشانیشی، بگو از ما و تو موشه نموشه، علی شیرین بگو موشه نموشه، بگو از ما و تو موشه نموشه، بگو از ما و تو موشه نموشه. بازی را این انداخته بودن در تیک تاک ها موشه موشه نفر دیوتش کرده بودن کده رئیس جمهور و آرینا جان همی بکسش کرده بود کده رئیس جمهور از بعد. آرینا جان همی آهنگ از آرگی را بقدر زیبایی خواندن خود از یک نوع مهارت دیگه است به خاطر لجش مشکل است. زنده باشین، سلامت باشین، لطف شماست. اما بازم یکی را به مدل خودتان هر چیزی که شما زیاد خوش دارین امور نامه شو کجا نه بخون.
آهنگ سات برند برتون زمزمه میکنم. آه عالی است. اونا بو بدل خودتان بفرمایید. به یاد کابل، به یاد امو اجرایی که ما در ستاره افغان داشتم. یادش بخیر. بله بله. راستش نمیدانم از کدام دیاری، چشمکاش خماری، صبری دلکم بردی، دلکم کشالی، شوخ بیقراری، صبری دلکم بردی، دلکم کشالی، شوخ بیقراری، دلیام نمیشم بپرسم نامش، دلیام نمیشم بپرسم نامش، چی چاره کنم با خود بسازم رامش، امو بچه خوش ابروش برد از دلم هوش، امو بچه خوش ابروش برد از دلم هوش، چشمک میزند سویم با چشمان آهوش، عجب قدش بلنده بدلکم پسنده، عجب قدش بلنده بدلکم پسنده، در دستک راستش ساعت برنده، در دستک راستش ساعت برنده، در دستک راستش. بشکر خواهد خودت چونه اگر رکمت اگر آرینا جان، یه آهنگ چقدر دیر کلگی میگفت که چرا می... چرا نمیگه که دست چپش افغانا خونام خدا دیگه همون تو در گپ جمع گپ تکلاس دن در گپ جمع گپ تکلاس دن دیگه کابل کرافت بود ما چکر امی هر طرف که میرفتیم خانم اینی میخواندن پلی میکرد خانم اتا آه دیگه در اونم در چیز دبلنگو میبود دبلنگو آه دیگه هر طرف همیز سپیکر آه دیگه سپیکر دیگه باز آگاه سلیم خوردن میرفتیم نان خوردن دیگه باز میگفت مال من وقت میتی یعنی یا می کلم رو میرمش نوی و دیگه بور سوال کردن اون آرینا سید کس آرینا جان یا گل میکنه خب راست میگه دیگه به اون خاطر زیاد دکاج بودم دختر خانم زیاد طرفدار تا آرینا جان فکرت باشه مقصد میفه ما مقدر دوستشان دارم واقعا همیشه سپاسگزارشان هستم و یک دنیا ارزش دارم محبتشان برم آه در محفل خوشی یاد اگه دی آهنگای خودت خدام که دخترها چقدر چی کرده باشن یعنی زحمت کشیده باشن ابسولوتلی جالب دیست که ما همیشه ای آهنگ که اجرا میکنم امو یک قسمت آهنگ ما ای چی میگه حرکت انجام دادیم و فکر کنم حسیب جانم در میز که 6 ساعت خود ای رقم میکنه اون مو حرکت کل افغانا یاد گرفته بود کنسرت در همیشه در محفلا در هر جای کلگی ساعتای خود ای رقم میکنن در قسمت آهنگ بسیار خوشایند است دوست داشتنی است زیادتر افراد خوش دارن که در دست چپ میپوشن وقتی که آهنگ گل کرده بود و کلگی در دست راست میپوشید بله و به یک نحوه خدا نشان میدن آرنا جان حالا گپا چی نشه سوالا دیگه زیاد نشه این جمله رو خوشحال چینده باشین که زیادتر دختر خانما گفته باشه کنسرت خودت برام یک دریم بود absolutely all the time همیشه ما میشنوم بسیار جالب است البته برای خود ما محمد راستی آرنا جان ما شما یک وادام میکنیم که یک برنامه از نزدیک پشت از این تک میزم میداشته باشیم بخیر حتما هزار دفعه حتما بخیر من دوست دارم که شما را بخیر از نزدیک ببینم برنامه ها حتما میداشته باشیم بیشتر صحبت ها میداشته باشیم بخیر یا سو آه بخیر گپ ها را زیادتر شده که گپ جمع گپ میکنیم نگاهش میکنیم و سستنیزم بخیر خوب است و در اونجا هم باز بیشتر صحبت خواد کردیم آرینا جان هرچقدر که صحبت کنیم کم است چون از شما ما میفهم که وقت ها و یای ما و شما روز شو فرق میکنه دیگه بخیر بیاین دیگه در اینجا در کالیفرنیا کلیگ منتظرتان میباشه اونا دوستا کلشان خبر شدن خبر خوشم شنیدن و بخیر باز از نزدیکم خواد دیدیم دیگه بسیار تشکر از اینکه در گپ جمع گپ یک چند لحظه شیشتیم و قصه کردیم و درباره خبر خوشام گفتیم سلامت باشین تشکر از شما تا دیدار شما عزیزا و هموطنان گرامی به تاریخ 27 آگوست در ساکرامنتو و بسیار بر ما هم لذت بخش بود بودن با شما صحبت کردن با شما واقعا امو رقم که گفتم مر به یاد افغانستان انداختین و واقعا حفیظ جان ما باید یادآور شوم که من افتخار میکنم به سر هر کدام شما که در اونجا تازه به امریکا رفتین ولی سر پای خود استاده شدین نام خدا این رقم یک استودیوی مقبول شما همگیتان زحمت میکشین کار میکنین و واقعا قابل قدر است و ما مطمئن هستم که هموطنا امور رقمی که
قرار است شما را حمایت باید بکنن، سپورت بکنن و سپورت و حمایت ما هم همیشه همراه شماست. همیشه موفق و شاد باشید. مهربان هستین آریانا جان. بازم به افتخار آریانا یک کف سعید یک کف محکم و منتظر شما میباشیم. جا تشکر لطف کردین آریانا جان. میریم دوستا به یک وقفه، بعد از وقفه بازم ادامه برنامه گپ جمع گپ فراموش نکنین. زود برمیگردیم. گپ جمع گپ. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये हम दिली हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाओ वाओ در صدایت یک درد نهفته بود. درد چی بود؟ درد دوستی. نمیخوایم بفهمیم. بسیار عالی فواد جان، نام خدا بسیار مقبول خواندی. دیگه دوستار باز در کامنت با مرور زمان خوب میشی دیگه. با مرور زمان خدا. با مرور زمان خدا جور که اگنی هستن اون واسه خانه میکشم. نه نه ان شاء الله جور میشیم و در کامنت تشویق کنین فواد جان اگر دلش مفته. خب دوستای عزیز، شما بدون شک برنامه رو تعقیب میکنین، فقط ویدیو رو با دوستایی که ندیدن شریک کنین، کانال سابسکرایب کنین و ما خدمت شما با میمونای بسیار عزیز هفته آینده روز یک شنبه بخیر خدمت شما حاضر میشیم میرسیم. و اگر شما اعلان تجارتی داشتین، معافل عرضی داشتین، کلش همین شماره که ما داریم همین شماره است 9169060989 با می به تماس شوین. خدمات را که شما ضرورت دارین انشالله که ما خدمت شما با مو تخفیف ویژه خدمتتان میمانیمش. بسیار تشکر. دیگه هفته خوش به شما دوستان، به شما دوستان هفته خوب خوش، به شما بیننده های عزیز و گل، هموطنان مهربان هر جایی که هستین، داخل افغانستان بیرون افغانستان، هفته خوب خوش داشته باشین. تا هفته بعد خدا نگهدار. همدلی از همزبانی بهتر است. دلدی به افغانستان. کو امروز هم کو امی امی کم کشیده تو گفتی کو امی جه؟ این پیشتر کدی؟ ای یار علیش لا 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 کو امی جه؟ چاینال دزیر امی چاینال انگور خواب بوده دیگه بستلا چاینال یا چایلا؟ چایلا دزیر چاینال دزیر چایلا انگور خواب بوده؟ خیلی مگم بغ بغ میکنم ز درد دل گرفت تا جوانی تمام آسلامان سوی دریا. اینجا خرابه، اینجا خراب است. نه خب کدام از اینه بخوانم جورش میکنم چی میکنم؟ خواهی تمرینی میریم خواهی گیر نه دیگه تمرینی نرو تمرین نرو برو دازم یک شروع کنیم تمرین نکنی لالا اینجا کنسرت میشه یه خانده نکن بسیده بریم سه دو یک رستی ممیایم نه؟ یک موسیقی هم لالا بگی موسیقی هم بگی خوشی و لبخند با HM Production. این برنامه با سپانسر و حمایت مالی فریموند کباب برای شما تقدیم گردید.